داستان کوتاه تشریح جنازه مامان بزرگ اثر گابریل گارسیا مارکز این گزارش حقیقی است از زندگی مامان بزرگ ناباورها هرچه میخواهند بگویند زن مقتدر و با نفوذ سرزمین ما کندو که 92 سال زندگی کرد و روز سهشنبه ماه سپتامبر گذشته با آداب و رسوم کامل مذهبی چشم از دنیا بست و در تشریج جنازش پاپ شرکت کرد. حالا که ملت که به راستی از مرگ مامان بزرگ تکان خورده تعادلش را بازیافته حالا که نیمبان نوازهای سانخاسیتو، آشخشی های گواخیرا، شالیکارهای سینو، نشمه های کاکامایال، جادوگرهای سیرپه و موزکارهای آرکاتاکا چادرهایشان را جمع کردند و خستگی شبزندهداری را از تن زدودند و آرامش پیدا کردند و رئیس جمهور و وزیرانش و همه کسانی که به نمایندگی از طرف مردم و نیروهای فوق طبیعی پس از شرکت در باشکوه ترین جنازه‌ای که در سراسر سر تاریخ ثبت شده دوباره رشته امور خود را به دست گرفتند حالا که جسم و روح پاپ مقدس به بهش صعود کرده و حالا که با این انبوه شیشه های خالی تحسیگارها استخوان‌های به نیش کشیده شده های کنسرو کهنه پاره ها و شاش و گوهایی که مردم به دنبال شرکت در تشریج جنازه از خود به جا گذاشتند نمی شود قدم از قدم برداشت وقت آن رسیده که آدم چارپایی را پشت به در خانه تکیه دهد و جزئیات این هیجان ملی را پیش از آن که دست تاریخ نویس ها به آن برسد از اول تا آخر تعریف کند بامان بزرگ چارده هفته پیش پس از گذشت شبهای بی پایان زماد و مشمع خردل گذاشتن و زالو انداختن و در حالت احتظار هزیان گفتن و از رمق افتادن، دستور داد او را روی صندلی گهوارهی قدیمی و خیزرانیش نشاندند تا وسیعت کند. این کار آخرین چیزی بود که لازم بود پیش از مرگش انجام دهد. آن روز صبح با پادرمیانی پدر آنتونی ایسابل امور مربوط به روحش را سر و سامان داده بود. و تنها کاری که زمین مانده بود راست و ریز کردن امور مربوط به دنیا یعنی رسیدن به نهتن تن خواهر و برادرزادههایش بود که دور تا دور تختش حلقه زده بودند و تنها وارثان او به حساب می آمدند. کشیش که, که با خود حرف می زد و داشت پا توی صد سالگی می گذاشت در اتاق ماندگار شد. ده نفر مرد کمک کرده بودند او را بالا آورده بودند و به اتاق مامان بزرگ رسانده بودند. از این رو تصمیم گرفته شد که کشیش همانجا توی اتاق بماند تا ناگزیر نشوند در لحظه آخر باز او را بالا و پایین ببرند نیکانور برادرزاده ارشد آدم قولپیکر و خشن شلوار و پیراهن خاکی رنگ به تن چکمه های مهمیزدار به پا و هفتیر لوله بلند کالیبر 38 بسته زیر پیراهن به دنبال دفتردار رفت آن خانه اربابی درندشت دو طبقه غرق در عطر ملاس و پونه کوهی که اتاقهای تاریکش انباشته از صندوق و خرتوپرت های چهار نسل خاک شده بود، یک هفته بود به انتظار آن لحظه فلج شده بود. توی سالن بزرگ و دراز آن که در وقتهای دیگر لاشه های خوک را از چنگک های دیوارش می و روزهای یک شنبه خابالود ماه اوت آهو سر می بریدند، روی وسایل کشت و کار و کیسه های نمک گوش به زنگ فرمان دراز کشیده بودند تا قاطرها را زین کنند و خبر بد را به چهار گوشه املاک بی حد و مرز اربابی برسانند. افراد دیگر خانواده توی اتاق نشیمن بودند. زنها خسته و کوفته از مراسم تقسیم ارث و بیخوابی دیگر رمقی نداشتند. اما به شیون و زاری جگرخراشی که اوج آن همه شیون و زاری های بیشمار بود ادامه میدادند. سختگیری مادر سالارانه مامان بزرگ حسار تقدسی دور ثروت و شهرت او کشیده بود که تویش اموها و داییها با دختران خواهرزاده ها و برادرزاده هایشان، پسر اموها و پسر دایی ها با امه ها و خاله هایشان و برادرها با خواهرزنهایشان آنقدر زاد و ولد کردند تا اینکه شبکه پیچیده ای از خیشاوندی به وجود آمد و زاد و رود به هم زدن به دور باطلی تبدیل شد. تنها مایدالنا یعنی خواهرزاده که از همه جوانتر بود تصمیم به فرار گرفت او که از این همه توهم دچار وحشت شده بود پدر آنتونی ایسابل را واداشت تا روح پلید را از جسمش بیرون کرد سرش را تراشید و به دوره نوآموزی گروه مبلغان مذهبی ناحیه پا گذاشت و به جاه و جلال و آزمندیهای های دنیا پشت پا زد در کنار خانواده رسمی و در اجرای حق شب اول مردها مزرعه ها کوره ها و آبادی ها را با گروه زیادی حرامزاده بارور کرده بودند و این حرامزاده ها به اسم فرزند خوانده و خدمتکار و سوگلی و عزیز کرده میان پیش ها که نام خانوادگی نداشتند میلولیدند نزدیک شدن مرگ مامان بزرگ به انتظار خسته کننده دامن زد صدای زن مشرف مرگ که به تعظیم و اطاعت خو گرفته بود از صدای ارگ باس در اتاقی در بسته بلندتر نبود اما در گوشه های دور افتاده آن ملک اربابی میپیچید. هیچ کس نسبت به مرگ او بی تفاوت نبود مامان بزرگ در سراسر سر این قرن مرکز سغل ماکندو بود درست همونطور که برادرها و پدر و مادر و اجدادش در گذشته مدت دو قرن تسلطشان را حفظ کرده بودند شهر با نام خانوادگیش نامگذاری شده بود کسی از منشه و حد و مرز و ارزش واقعی املاکش خبر نداشت اما همه باور داشتند که مامان بزرگ مالک آبهای جاری و راکد مالک باران و خشکسالی و مالک جاده های دور و اطراف و تیرهای تلگراف و سالهای کبیسه و موجهای گرم است و گذشته از اینها حق آبا اجدادی بر جان و مال داشت بعد از ظهرهای خونک که با آن اقتدار و شکم سنگین به زور خود را در صندلی گهوارهی خیزرانی کهنش جا میداد و توی محتابی خانش می نشست به راستی بی اندازه ثروتمند و مختدر به نظر می آمد. آنقدر که در ثروت و اقتدار هیچ زنی به پایش نمی رسید. گذشته از افراد طایفه مامان بزرگ و خودش که ضعفهای پیری پدر آنتونی سابل مثل زنگ خطری او را به سرافت انداخته بود کسی گمان نمی کرد که مامان بزرگ هم مردنی باشد خودش به راستی خیال می کرد که بیش از سال عمر می کند همانطور که مادر بزرگش خیال می کرد و دست آخر در جنگ 1885 با یک گروه گشتی سرهنگ اورلیانو بوندیا که توی آشپزخانه ملک اربابی کمین کرده بودند روبرو شد تنها در ماه آوریل امسال بود که شستش خبردار شد پروردگار این موهبت را به او ارزانی نمی دارد که در یک کشمکش علنی یک دسته فراماسون طرفدار دولت مرکزی را به دست خود به آن دنیا بفرستد هفته اولی که درد شروع شد دکتر خانوادگی برایش مشمع خردل و جوراب پشمی تجویز کرد او که پزشک موروسی بود و از مونپولیه فارا تحصیل شده بود طبق عقیده فلسفیش دشمن پیشرفت علم پزشکی خود بود و مامان بزرگ این حق را در سراسر سر عمر به او داده بود که از جاگیر شدن دکتر دیگری در ماکوندو جلوگیری کند زمانی سوار بر اسب شهر را زیر پا میگذاشت و در تاریک و روشن غروب برای آدمهای بیمار دست به دهان نسخه مینوشت و طبیعت امتیاز پدری بچه های آدم های زیادی را به او بخشیده بود. اما بیماری التحاب مفاصل او را با آن زانوهای دردناک توی رختخواب خواب مندگار کرد و کارش به آنجا کشید که به جای سرزدن به بیمارها با پیغام و قاصد و حدس به درمان آنها می پرداخت. وقتی مامان بزرگ احضارش کرد پیژامه به تن و با دو عصا از میدان گذشت و خودش را به اتاق خواب بیمار رساند. و وقتی به این نتیجه رسید که مامان دارد می میرد، دستور داد جعبه شیشه های سفالی را با آن برچسبهای لاتین آوردند و درون و بیرون زن مشرف مرگ را با انواع زمات های طبی و محرک های گران قیمت و شیاف های قوی آلوده کرد. سپس اورباغه های شکم برآمده روی جاهای دردناک گذاشت و زالو به پهلوها انداخت تا اینکه صبح زود آن روز دشواری رسید که می بایست یا سلمانی را برای حجامت زن خبر کند یا اجازه دهد پدر آنتونی ایسابل ارواح پلید را از جسمش بیرون براند نیکاتور دنبال کشیش فرستاد ده نفر از پیش خدمت کشیش او را نشسته روی صندلی گهوارهای جگنی زهوار در رفته زیر سایبانی زنگار بسته که برای مراسم باشکوه نگهداری میشد از خانهاش به اتاق خواب مامان بزرگ بردند صدای زنگوله شای ربانی در سپیددم گرم ماه سپتامبر اولین اختاری بود که به گوش ساکنان ماکندو رسید آفتاب که بالا آمد، میدان کوچک جلوی خانه مامان بزرگ حالا هوای روز بازار روستا را پیدا کرده بود. اینها دوران دیگری را زنده می کرد. مامان بزرگ روز تولدش را تا سن هفتاد سالگی با طولانی ترین و شلوخ ترین کارنوال هایی که آدم به یاد داشت جشن می گرفت. قرابه های بوریا عرق نیشکر میان مردم دست به دست می گشت. توی میدان عمومی گاو سر می و دسته ارکستر بر روی میزی سه شبانه روز بی وقفه می نباخت. زیر درخت های خاکالود بادام که هفته اول قرن حاضر سربازان سرهنگ اورلیانو و بو بوهندیا اردو زده بودند دکه هایی برپا می شد که لیکار موز، ساندویچ، گیپا، گوشت سرخ کرده، شیرینی پای گوشت، سوسیس، نان مانیوک، کلوچه تخم مرغی، کماچ، نان ذرت، نان پفدار مسقطی، سیرابی، شیرینی نارگیلی، عرق نخل، همراه با انباه خرت و پرت و زلم زیمبو و گولزنک و جواهر بدلی و بلیت های تماشای جنگ خروس و بختازمایی می فروختند. و توی آن بلبشویی که سگ سر صاحبش را نمی شناخت، عکسهای چاپی و رداهای باشلغدار مزین به تمثال مامان بزرگ را مثل برگ زر می بردند. این جشن و سرورها از دو روز پیش شروع می و در روز تولد با هیاهوی آتشبازی و رقص خانوادگی در خانه مامان بزرگ به پایان می رسید. مهمان های گلچین شده و اعضای مشروع خانواده که انبوه حرامزاده ها با دست و دلبازی از آنها پذیرایی می کردند با آهنگ پیانوی قدیمی که تازه ترین آهنگ های روز را می نواخت می رخصیدند. مامان بزرگ روی صندلی راحتی به بالش های کتانی لم می داد. و از بالای سالن اداره مهمانی را بر عهده می گرفت و با دست راست که انگشتهایش غرق در انگشتر بود معدبانه دستور میداد. آن شب قول و قرار عروسی های آینده گذاشته می شد. گهگاه اشاق هم شرکت میکردند اما مامان بزرگ کمابیش همیشه خودش تصمیم می گرفت و برای آنکه جشن به خوبی و خوشی تمام شود توی محتابی که با حلقه های گل و فانوس های ژاپنی تزئین شده بود آفتابی میشد و میان جمعیت سکه پرتاب می کرد. این رسم هم با پیش آمدن از های پیاپه خانواده و هم با بیثباتی سیاسی در سالهای آخر بر افتاده بود و نسلهای تازه تنها قصه آن جشنهای باشکوه به گوششان می خورد و هیچ وقت این زحمت را به خود نمیدادند که بروند مامان بزرگ را توی مراسم اشای ربانی ببینند که یکی از کارمندان شهرداری او را باد می زد و از این امتیاز برخوردار بود که حتی موقع بلند کردن جام شراب و نان متبرک از زانو زدن معاف باشد. مبادا دامن چیندار و زیر پیراهن آهار زده زریفش چروک شود. آدم های موسن خاطره محوی را از دوران جوانی به یاد می آوردند و تعریف می کردند که روزی دویست متر فاصله خانه اربابی را تا مهراب اصلی کلیسا حسیر فرش کردند. و ماریا دل روساریو کاستان دا رو در مراسم تدفین پدرش شرکت کرد و وقتی از خیابان مفروش گذشت و به خانه برگشت وقار تازه و کیابیایی پیدا کرده بود و در سن 22 سالگی نام مامان بزرگ رویش گذاشته شد. این خاطره قرون وستایی نه فقط به گذشته این خانواده بلکه به گذشته ملت تعلق داشت. مامان بزرگ که هر لحظه دورتر و محفتر میشد و خیلی کم روی محتابی می آمد و بعد از ظهرهای گرم از بوی شمدانی ها نفسش میگرفت. رفته رفته درون اون افسانه خودش رنگ باخت و اختیاراتش به دست نیکاتور افتاد خوشبختانه مطابق یک رسم سنتی این قول و قرار تلویحی گذاشته شده بود که وقتی مامان بزرگ وسیعت نامش را مهر کرد وارسانش سه شبانه روز جشن و پایکوبی راه بیاندازند اما در این حال چه افتاده بود که تصمیم گرفته تا دو سه ساعت پیش از مرگ وصیت نکند و به راستی کسی فکر نمی کرد که مامان بزرگ فناپذیر باشد. فقط امروز صبح که ساکنان ماکندو با جرینگ جرینگ زنگوله شای ربانی سر از بالش برداشتند مطمئن شدند که مامان بزرگ نه تنها فناپذیر است بلکه راستی راستی دارد می میرد. ساعت مرگ مامان بزرگ فرا رسیده بود. آدم وقتی او را زیر سایبان کرپ شرقی گرد و گرفته توی رختخواب کتانی می که سراپایش را سمق خوشبو مالیدند، در نفسهای خفیف سینه مادر سالانش به سختی اثری از حیات میدید. او که تا سن پنجاه سالگی خواستگاران سینه چاکش را دست به سر کرده بود و طبیعت این موهبت را به او بخشیده بود که مسائلش را به دست خود حل کند، داشت. باکره و بی فرزند از دنیا می رفت. پدر آنتونی ایسابل در لحظه تدخین آخر ناگزیر شد روغن را به یاری دیگران کف دستهای او بمالد چون از موقع دردهای احتضار دستهایش را مشت کرده بود. حضور خواهرزاده ها کاری از پیش نبرد. همانطور که داشت جان میکند توی آن قشقرق برای اولین بار در طول هفته دستش را که مزین به نگینهای قیمتی بود به سینه چسباند. نگاه مفلوکش را به خواهرزاده ها دوخت و گفت دوست های سر گردنه. بعد که پدر آنتونی سابل را در حال دعا و مناجات و شماس کلیسا را با ابزارالات اشای ربانی دید، زیر لب با اطمینان و آرام گفت دارم می آن وقت انگشتری را که الماس درشت داشت از انگشت بیرون آورد و به دست ماگدالنای نو آموز داد. زیرا از همه وارس ها جوانتر بود و انگشتر به او می رسید. در اینجا بود که سنتی به آخر رسید چون مایدالنا از سر ارسش به خاطر کلیسا گذشت در طلوع آفتاب مامان بزرگ خواست که با نیکاتور تنها بماند تا آخرین دستورها را بدهد نیم ساعتی با هوش و حواس جمع از اداره اموالش سوال کرد دستورهای به خصوصی درباره دفن جنازهش داد و دست آخر نگرانیش را از شب بر سر جنازه نشان داد و گفت چشماتو خوب باز کن در چیزایی با ارزش ببند و قفل کن چون خیلیا فقط به این قصد به شب زنده داری میان که چیزی بلند کنن لحظه ای بعد که با کشیش تنها شد اعترافاتش صادقانه و مفصل و بی و ته بود و سپس با حضور خواهرزاده ها و برادرزاده ها مراسم اشای ربانی برایش برگزار شد تنها در این وقت بود که گفت او را روی صندلی گهوارهی خیزرانی بگذارند تا وصیت کند نکاتور گزارش دقیقی از دارایی مامان بزرگ را با خط خانا توی 24 ورق بزرگ تهیه کرده بود. مامان بزرگ که آرام نفس میکشید در حضور دکتر و پدر آنتونی سابل به عنوان دو شاهد صورت دارایی یعنی منبع یگانه و با اهمیت شکوه و جلال و اقتدارش را برای دفتردار خواند. مستقلات مامان بزرگ که تا حد ابعاد حقیقی کاهش پیدا کرده بود محدود به سه ناحیه بود که در زمان پا گرفتن مستعمره به فرمان مقام سلطنت اهدا شده بود و با گذشت زمان و به ضرب ازدواج پیچیده مناسب همه به اختیار مامان بزرگ در آمده بود. توی آن سرزمین بکر درندشت که از پنج بخش تشکیل میشد و حتی یک دانه گندم به هزینه مالکان کاشته نشده بود دو خانوار برزگر اجار نشین زندگی می کردند. با من بزرگ همه سال در سالگرد قصد تعمیدش تنها کار نظارت بر زمینها را که سبب می شد به دست دولت نیفتد بر عهده می گرفت و مشغول جمعآوری اجاره بها می شد. توی ایوان پشتی خانهش می نشست و حق زندگی را در زمین های خود که اجدادش بیش از یک قرن از اجداد اجارنشین نشین می گرفتند به دست خود دریافت می کرد. سه روز جمعوری اجاره بها که به سر می رسید، حیات از خوک و بوغلمون و مرغ و دهیه که مال و میوه های نوبرانه که به رسم سوقات روی همچیده چیده می شد انباشته بود. در واقع، این تنها محصولی بود که خانواده از سرزمینی جمعوری می کرد که از روز اولی که سنگ بنایش گذاشته شد، بی حاصل بود. و با یک حساب سرانگشتی می شد حد زد که مساحتش سر به صد هزار هکتار می زند. اما رویدادهای تاریخی کار را به آنجا کشاند که در همین محدوده شش شهرک ناحیه ماکوندو و حتی مرکز ناحیه بنا شود و رونق پیدا کند به طوری که هرکس در هر خانه ای زندگی می کرد تنها مالک اسباب و اساس خانه بود و هیچ حقی نسبت به ساختمان خانه نداشت چون مامان بزرگ مالک زمین بود و اجاره بها دست او را می گرفت درست همونطور که حکومت به خاطر حق استفاده شهروندان از خیابانها ناگزیر بود چیزی به مامان بزرگ بپردازد. در دامنه آبادی ها گله حیوانات اهلی که کسی نه در بند تعدادشان بود و نه در بند نگهداریشان و روی کفلهایشان داغ قفل مانند زده بودند، ول می گشتند. این داغ موروسی که برای مردم دور و اطراف بیشتر از بین حکایت می کرد تا تعداد آنها روی بدن گله پراکنده که توی تابستان لح, لح زنان سرگردان بودند، یکی از ستونهای محکم افسانه مامان بزرگ بود. طویله های ولنگواز خانه به دلیل هایی که هیچ کس زحمت توضیح آنها را به خود نمیداد، از زمان جنگ داخلی رفته رفته خالی شده بودند. و این اواخر تویشان دستگاه های شیرکشی ساقه های نیشکر و شیردوشی و کارخانه برنج پاک کنی نصب کرده بودند. مامان بزرگ توی وسیعت نامش گذشته از اقلامی که تک تک اسم برد به سه صندوق سکه طلا اشاره کرد که در طول جنگ داخلی جایی توی خانه مدفون شده و با کند های متناوب و پرزحمت به دست نیامده بود. وارث ها همراه با حق ادامه بهرهکشی از زمین اجاره و نیز حق دریافت ده یک مال و میوه های نوبرانه و انواع هدیه های بینظیر نقشه ای دریافت کردند که نست های متوالی دست به دست گشته و به دست هر نسل کاملتر شده بود. تا کار پیدا کردن گنج مدفون آسانتر شود. سه ساعت طول کشید تا مامان بزرگ تک تک اموال غیر را بشمارد. توی آن اتاق خفقان صدای زن که مشرف به مرگ بود ظاهرا به هر چیزی که اسم می برد و غار می بخشید. وقتی امضای لرزانش را اضافه کرد و شاهدها زیرش را امضا کردند لرزشی مرموز دلهای جمعیتی را که جلوی خانه زیر سایه درخت های گردالود بادام در میدان جمع شده بودند تکان داد تنها چیزی که زمین مانده بود صورت مفصل دارایی غیر مادی بود ماما بزرگ با تلاش زیادی همان تلاشی که نیاکانش پیش از مرگ از خود نشان داده بودند تا از سلطه دودمانشان مطمئن شوند روی باسن غولاسایش نیمخیز شد و گیج و منگ و با لحنی تحکم آمیز و صمیمی صورت مستقلات نامرئی را برای دفتردار دیکته کرد. سربت زیرزمینی، آبهای ساحلی، رنگ پرچم، حاکمیت ملی، جشن سنتی، حقوق بشر، حقوق مدنی، رهبری ملت، حق استیناف، تحقیقات مجلس، توصیه نامه، سوابق تاریخی، انتخابات آزاد، ملکه های زیبایی، سخنرانی های مذهبی، تظاهرات عظیم، بانوان جوان متشخص، آقایان آدابدان، نظامیان موشکاف، عالی جناب و کاردینال عظیم و شن، دیوان عالی، کالاهای های ممنوع الورود، زنان آزادی خواه، مشکل گوشت، پالایش زبان، سرمش قرار گرفتن، مطبوعات آزاد اما مسئول، آتن آمریکای جنوبی، افکار عمومی، درس دموکراسی، اخلاق مسیحیت، کمبود ارز خارجی، حق پناهندگی، تهدید کمونیسم، همکاری دولت، هزینه کمرشکن زندگی، سنت های جمهوری، طبقات محروم، بیانی های حمایت سیاسی، حرفایش ناتمام ماند. شمارش پرزحمت تک تک ارقام او را از نفس انداخت. مامان بزرگ در اون آشوب قواعد انتظایی دست و پا میزد. زد. قواعدی که مدت دو قرن در خدمت توجیه اخلاقی قدرت خانواده بود آن وقت آروغ بلندی زد و جان داد آن روز بعد از ظهر ساکنان پایتخت دوردست و غمگین عکس زن 22 ساله ای را در صفحه اول شماره های فوق روزنامه ها دیدند و فکر کردند ملکه زیبایی تازهی ظهور کرده مامان بزرگ با آن عکس دوران جوانی زودگذرش که دستکاری شده بود و جای چهار ستون روزنامه را گرفته بود و گیسوان پرپشتش با شانه ای از آج در بالای سر جمع شده بود و نیمتاجی روی یقه تورش دیده میشد. دوباره زنده شد. این عکس که عکاس دورگردی در آغاز قرن موقع عبور از ماکوندو انداخته بود و سالها توی بایگانی راکد روزنامه در بخش اشخاص ناشناس جا خوش کرده بود، مقدر بود در حافظه نستهای آینده باقی بماند. توی اتوبوس‌های قرازه، توی آسانسورهای های ها و توی قهوه‌خانه‌های های دلگیر که تزیینات رنگ رو رفته ای از دیوارهایشان آویخته بود، مردم با ستایش و احترام در گوش هم از شخصیتی که در سرزمین شرجی و مالاریا خیز مرده بود و نامش تا دو سه ساعت پیش در نقاط دیگر کشور ناشناس بود حرف میزدند. باران ریز لطیفی ها که از تردید و بدگمانی سر و روی آبران را رو می پوشند. ناقوس تمام کلیساها برای مرده به صدا در آمده بود. رئیس جمهور که در سر راهش برای شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان دانشکده افسری از شنیدن خبر تکان خورده بود، با خط خود در پشت برگ تلگرام به وزیر جنگ پیشنهاد کرد که سخنرانیش را با اعلام یک دقیقه سکوت در تجلیل از مامان بزرگ پایان دهد. مرگ مامان بزرگ نظم اجتماع را برهم زده بود. رئیس جمهور که با دیدن احساسات مردم متأثر شده بود، احساساتی که گویی از صافی گذشته و به او رسیده بود، تصمیم گرفت از توی اتومبیل برای یک لحظه آن هم با نگاهی بیرحمانه بهت زدگی مردم ساکت را ببیند. تنها دو سه کافه مبتزل باز بود. کلیسای اسخفی برای انجام مراسم تدفین نه روزه آماده می شد. توی ساختمان کنگره که گداها در پناه ستونهای یونانی شکل و پیکرهای خاموش رئیس جمهورهای درگذشته گذشته لای روزنامه می خوابیدند، چراخها پرتوف وقتی رئیس جمهور متأثر از دیدن مردم پایتخت که لباس عذاب تن داشتند، پا به دفترش گذاشت، وزیرانش با لباس مراسم تدفین ایستاده بودند و رنگ پریده تر و موقرتر از همیشه چشم به راهش بودند. اتفاقهایی که آن شب و شبهای بعد پیش آمد بعدها به عنوان درسی تاریخی یاد میشد. نه تنها به دلیل روحیه مسیحی که الهام بخش عالی ترین مقامات دولتی شده بود بلکه به دلیل فداکاری که در سایه آن قضاوتهای متخاسم و منافع متضاد با هدف مشترک تدفین آن جنازه مشهور آشتی می کردند. سالیان سال مامان بزرگ به برکت سه صندوق لبالب از اسناد انتخاباتی جعلی که جزی از دارایی پنهانی او به حساب می آمد، آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی امپراتوریش را تضمین کرده بود. کسانی که در خدمتش بودند، یعنی افراد تحت حمایت و اجاره پیر و جوان، نه تنها از حق رأی خودشان، بلکه از رأی آدم هایی که یک قرن پیش مرده بودند، استفاده می کردند. مامان بزرگ در برابر اقتدار زودگذر از قدرت سنت در برابر عوام از طبقات بالا و در برابر قدرت خلاق آدم ها از عقل الهی جانبداری می کرد. در دوران صلح در سایه اراده سلط جویانش با قوانین شرعی مشاغل مهم روحانی یا مشاغل عادی کلیسا موافقت یا مخالفت می برزید و رفاه بستگانش را از نظر دور نمی داشت. و در این راه اگر پایش میافتاد از زد و بندهای پنهانی یا تقلب در انتخابات روگردان نبود در دوران آشوب برای هوادارانش پنهانی اسلحه میفرستاد اما در حضور همه به کمک قربانیانش میشتافت این اشتیاق میهم پرستی بیشترین افتخارات را برای او تضمین میکرد نیازی نبود که رئیس جمهور با وزیرانش مشورت کند تا به بار سنگین مسئولیتی که بر دوش داشت پی ببرد در فاصله تالار پذیرایی کاخ و حیات سنگفرش کوچکی که در گذشته توقفگاه کالسکه ولیعت بود، باغ کوچکی از درختان سرو تیره قرار داشت که تویش در آخرین روزهای مستعمره یک راهب پرتغالی خودش را به خاطر عشق حلقاویز کرده بود. رئیس جمهور موقع عبور از این نقطه بعد از تاریک و روشن غروب با وجود سر و صدای همکارانش که همه مدال و نشاندار بودند، نتوانست جلوی لرزش خفیف خودش را که ناشی از درماندگی بود بگیرد. اما لرزش او در آن شب حکم هشدار را داشت چون پس از آن بود که از سرنوشتی که تاریخ به او نشان داده بود کاملا آگاه شد و فرمان داد تا نه روز ازای عمومی اعلام شود و از مامان بزرگ به عنوان زنی که در میدان جنگ برای میهنش جان باخته تجلیل به عمل آید به همون طور که در نطق مهیجی که آن روز صبح از شبکه رادیو تلویزیون ملی خطاب به هم میهنانش ایراد کرد رهبر ملت اطمینان داد که مراسم تشییع جنازه مامان بزرگ سرمشق تازهی برای مردم جهان خواهد بود اما چنین هدف نجیبانه ای با دردسرهای سختی روبرو شد ساختار مسائل غذایی کشور که به دست اجداد دور مامان بزرگ پای ریزی شده بود برای اتفاقهایی که داشت میافتاد ناساز بود دکترهای خبره رشته حقوق یعنی کیمیاگران کارکشته قوانین خودشان را در علم تفسیر و قیاس غرق کردند تا قانونهایی پیدا کنند که به رئیس جمهور اجازه شرکت در تشی جنازه میداد. سیاستمداران برجسته که شیش ها و متخصصان مسائل مالی روزهای مخاطر آمیزی را پشت سر میگذاشتند. توی ساختمان وسیع و هلالی شکل کنگره که به دنبال یک قرن وضع قوانین انتظایی لطافت پیدا کرده بود، و در میان تابلوهای رنگ روغن قهرمانان ملی و پیکرهای نیمتنه متفکران یونان مسئله مامان بزرگ ابعاد بی سابقه پیدا کرد. در حالی که جسدش توی ماه طاقت فرسای سپتامبر ماکوندو داشت متورم می مردم او را برای اولین بار بدون صندلی گهوارهی خیزرانی، بدون مشمه های خردل و بدون احساس رخوتی که بعد از ظهرها به سراغش می آمد، مجسم می کردند. و از او حرف می زدند و او را از پس پرده افسانه می دیدند که ظریف و جوان شده است. های پیاپی با وراجی های سپری می شد که به دست روزنامه نگارها آب و تاب پیدا می کرد و در سراسر سر جمهوری منعکس می شد. تا اینکه واقعیت به آن مجمع قانونگذاران تر و تمیز راه پیدا کرد. و یاداوری این موضوع که نش مامان بزرگ در گرمای 104 درجه آن هم در سایه منتظر تصمیم آنهاست به لیچار بافی تاریخی پایان داد. در آن فضای پاک قوانین مدون هیچ کس از بکرسی نشستن عقل سلیم دوچار تعجب نشد. و در آن حال که قانون پشت قانون ارائه میشد نظرها به هم می رسید یا مواد اصلاحی به قانون اساسی اضافه می شد تا رئیس جمهور اجازه پیدا کند در مراسم تشییع جنازه حضور به هم رساند دستور صادر شد که جسد مومیایی شود گفتگوها آنقدر بالا گرفت که مرزها را پیمود و از اقیانوسها گذشت و مثل خبر شومی به اتاقهای اسقفها در کاستل گاندولفو راه پیدا کرد پاپا علی مقام که از رخوت روزهای بیحال کننده ماه اوت آسوده شده بود، پشت پنجره ایستاده بود و به دریاچه ای نگاه می کرد که قواس داشتند تویش دنبال کله دختری می گشتند که سرش را بریده بودند. این دو هفته آخر روزنامه های عصر از چیز دیگری خبر نمیدادند و پاپا علی مقام نمی توانست نسبت به مسئله پیچیدهای در فاصله به این کمی از اقامتگاه تابستانیش بی تفاوت بماند. اما روزنامه ها آن شب به موضوع نامنتظری برخوردند و به جای عکس های قربانیان احتمالی عکس زن 20 ساله ای را با حاشیه سیاه چاپ کردند. پاپا علی مقام که بیدرنگ عکس تار را که کلیشش سالیان سال پیش موقع جلوس بر تخت پتروس قدیس به او تقدیم شده بود شناخت و ناگهان گفت مامان بزرگ اعضای اسقف ها توی مجتمع اتاقهای خصوصیشان یک صدا گفتند مامان بزرگ و برای سومین بار در مدت 20 قرن امپراتوری بی حد و مرز مسیحیت را یک ساعتی دست پاچگی و اندوه و جوش و خروش فرا گرفت تا اینکه پاپ عالی مقام توی اتومبیل لیموزین سیاه رنگ درازش لم داد و به طرف محل مراسم تشریج جنازه باشکوه مامان بزرگ در دور دست راه افتاد. باخای چشم نواز هلو پشت سر گذاشته شد و سپس ساحل ویا پیا آنتیکا با آن ستاره های سرزنده سینما که بیخبر از آشوب همگانی روی محتابی ها همام آفتاب گرفته بودند و بعد در موقع تاریک آنخلو کاستل سانت در حاشیه تیبر پدیدار شد. پاپالی مقام از سوی چادر دم در دل علفزارهای انبوه و مردابهای ساکتی که مرز میان امپراتوری روم و مزاره مامان بزرگ را مشخص می کرد، صدای جیغ و ویغ میمونهایی را می شنید که در طول شب از سر و صدای عبور جمعیت به تنگ آمده بودند. قایق پاپ در طول سفر شبانه از کیسه های یوکا و خوشه های سبز موز و سبت های مرغ لب, لب بود، و همراهش مردها و زنهایی روان بودند که کسب و کار هر روزهشان را رها کرده بودند تا با خرید و فروش در تشی جنازه مامان بزرگ بختشان را بیازمایند. مقام مقدس آن شب برای اولین بار در تاریخ کلیسا از بیخوابی و آزار پشه ها تب کرد. اما سرزدن آفتاب با شکوه بر فراز املاک پیرزن کبیر رنج سفر را از تنش زدود و از خودگذشتگیش جبران شد. نیکانور با خوردن سه ضربه به در که حاکی از ورود نزدیک مقام مقدس بود از خواب بیدار شده بود همه جای خانه را بوی مرگ گرفته بود مردها و سازمانهای مذهبی سراسر سر دنیا تحت تاثیر نزخهای پیاپی و, پی و, پی و ضروری رئیس جمهور و نیز بحثهای داغی که فروکش کرده بود اما هنوز هم با وسایل ارتباطی معمولی به گوش می رسید کار و زندگی خودشان را زمین گذاشتند و سالن‌های تاریک، راهروهای شلوغ و اتاق‌های زیرشیروانی دم کرده را پر کردند. و آدمهایی که بعد وارد شدند از دیوارهای کوتاه اطراف کلیسا جانپناهها بلندیهای خوشمنظر تیرها و پرچینها بالا رفتند و بهترین جاها را گرفتند توی سرسرای اصلی جسد مومیایی مامان بزرگ چشم به راه انجام تصمیم های خطیری بود که توی انبوه لرزان تلگرام های رسیده گنجانده شده بود و نه برادر زاده که شیون و زاری دیگر رمقی برایشان باقی نگذاشته بود برای شب کنار جسد نشستند و توی خلصه مراقبت دست جمعی فرو رفتند و مردم دنیا انتظار را برای روزهای باز هم بیشتر طولانی تر کردند پاپا پا علی مقام در سالن انجمن شهر با چهار اصلی چرمی، یک آبخوری آب تصویه شده و یک ننوی عراقیتون از گرما خواب به چشمش نمی رسید. و در شبهای طولانی و دمکرده کرده خودش را با مطالعه خلاصه مذاکرات و بخشنامه های اداری سرگرم می کرد. روزها شیرینی ایتالیایی میان بچه های قسمت می کرد که پشت پنجره به دیدارش می آمدند. و با پدر آنتونی سابل و گاهی با نیکانور زیر سایه درخت پنیرک ناهار می‌خورد. به این ترتیب هفته ها و ماه های تمام نشدنی که با انتظار و گرما طولانی تر می شدند به زندگی ادامه می داد تا روزی که سرکله پدر پاسرانا با تبل نوازش در وسط میدان پیدا شد. و تصمیمی را که گرفته بود اعلام کرد. توی اعلامیه آمده بود که نظم عمومی مختل شده. دام 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 دام. و رئیس جمهور دام 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 اختیارات فوقلاده کسب کرده. دام 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 دام. که به موجب آن در تشییع جنازه مامان بزرگ شرکت کند دام 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 روز بزرگ فرا رسیده بود توی خیابان ها تا چشم کار میکرد گاری دورگرد های خوراک سرخ کرده فروش دکه های آزمایی و مرد هایی که مار دور گردنشان انداخته بودند و مرهمی میفروختند که به طور قطع و یقین باد سرخ را معالجه میکرد و زندگی ابدی به آدم میبخشید دیده میشد توی میدان کوچک رنگارنگ که انبوه مردم چادرهایشان را برپا داشته بودند و حسیرهای خوابشان را پهن کرده بودند، تیراندازهای چابک دست راه را برای مقامات باز میکردند. کسان دیگری که آنجا چشم راه لحظه پرشکوه بودند، زنهای رخشوی سانخورخه بودند. قباسهای مروارید کابودلاولا دلاولا، مایگیرهای سیناگا، سیادهای میگوی تاساخرا، جادوگرهای مخاخانا، مدنچه های نمک ماناوره، آکارده نوازهای باید و پار، سوارکارهای ماهر آیاپل، سازنهای آسوپاس سانپلایو، خروسبازهای لاکوهوا، بدیه سرهای ساباناست بولیوار، جیگولوهای ربولو، پاروزنهای ماگدالنا، کارچاخکنهای مونپاکس و به علاوه کسانی که در ابتدای این گزارش نامشان آمد و خیلی آدمهای دیگر. حتی افراد سابق اردوگاه سرهنگ اورلیانو با اندیا به سرکردگی دوک مالبرو با آن یال و کوپال لباس پوست و چنگال و دندان ببرش نفرت صد سالهشان را از مامان بزرگ و آب و اجدادش دور انداخته بودند و راه افتاده بودند آمده بودند از رئیس جمهور بخواهند مستمره ایشان را که شهست سال میشد طلبکار بودند بگیرند. اندکی به ساعت یازده مانده انبوه مردم سرسام گرفته که توی برق آفتاب عرق از سر و رویشان میریخت و با نیروی سربازان نخبه خونسرد با آن های آراسته و کلاهخودهای های زرق و برقدار عقب رانده شده بودند فریاد هلهلهشان به آسمان بلند شد. رئیس جمهور و هیئت وزیران موقر و با لباس رسمی و کلاه سیلندر همراه با نمایندگانی از طرف مجلس، دیوان عالی، شورای کشوری، احساب سنتی، روحانیون و نمایندگان بانک ها، بازرگانان و صاحبان صنایع ظاهر شدند و جلوی تلگرافخانه گرد آمدند. رئیس جمهور با سر تاس و اندامی خپله و پیر و رنجور جلوی چشمان متعجب مردم که او را در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دیده بودند اما به جا نیاورده بودند شروع به رژه رفتن کرد و در واقع در این وقت بود که گزارشی حقیقی از وجود خودش ارائه میداد رهبر ملت در میان اسقفهایی که سنگینی خدمات روحانی رمقی بر تنشان نگذاشته بود و نظامیانی که سینه های نیرومندشان را مدال پوشانده بود قدرت تردید ناپذیر خود را به رخ همه کشید در ردیف دوم ملکه های ملی همه چیزهایی که وجود داشته و در آینده وجود خواهد داشت با لباس موقر و سیاه ازاداری رژه رفتند ملکه ها برای اولین بار زرق و برق کره خاکی را به دور افکنده بودند و پشت سر ملکه جهان رژه رفتند ملکه سویا، ملکه کدو تنبل سبز، ملکه موز، ملکه خوراک یوکا، ملکه منهوت، ملکه نارگیل، ملکه لوبیا قرمز، ملکه 400 کیلومتر تخمهای سوسمار ایگوانا و ملکه های دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن این گزارش نامشان حذف می شود. مامان بزرگ توی تابوتش که با پارچه ارغوانی پوشیده شده و با هشت پیچ مسی دو سر از واقعیت جدا شده بود، در آن لحظه آنقدر توی ابدیت آغشته به فرمالین خود فرو رفته بود که جاذبه شکوه و جلالش را درک نمی کرد. همه آن شکوه و جلالی که توی محتابی خانه موقع بیخوابی به دنبال گرمازدگی پیش خود مجسم کرده بود در طول آن 24 ساعت خیره کننده که همه مظاهر زمانه یاد او را گرامی داشتند تحقق پیدا کرده بود. حتی پاپ عالی مقام که مامان بزرگ توی هزیانهایش او را در خیال دیده بود که درون کالسکه تابناکی بر فراز باخهای واتیکان شناور است با باد بزن برگ نخل چیندار بر گرما غلبه کرد و بزرگترین تشریر جنازه دنیا را با حضور مقام والای خود افتخار بخشید. وقتی بزرگان شهر پس از بگومگو به توافق رسیدند و تابوت روی دوش ترین آنها به خیابان رسید مردم کوچه و خیابان بیان که از حیاهوی آزمندانه ای که خانه را پر کرده بود بویی ببرند از آن نمایش قدرت دچار تعجب شدند کسی نسایه گوش به زنگ لاشخورها را که مشایعان را در طول خیابانهای دم کرده ماکندو تعقیب می کردند دید و نه به آشغالهای متعفنی که بزرگان موقع عبور می و می رفتند توجه کرد. کسی نیز دقت نکرد که همین که جنازه از خانه بیرون رفت برادرزاده ها و خواهرزاده‌ها ها و نبه ها و نوکرها و آدم های تحت حمایت مامان بزرگ دروازه را بستند و برای تقسیم خانه درها را از جا درآوردند. آوردند. میخهای را بیرون کشیدند و پیهای خانه را کندند. تنها چیزی که در میان آن همه سر و صدای جنازه به دنبال دو هفته دعا و ستایش و شعرخانی و پوشاندن و آرامگاه با یک لایه زخیم صرب از چشم مردم دور نماند نفس رعداسایی بود که جمعیت از سر آسودگی سر داد. بعضی از حاضران آگاه پی بردند که شاهد تولد دوران تازه‌ای هستند. در این وقت پاپ مقام که مأموریتش در روی زمین تمام شده بود می توانست هم روحی و هم جسمی به بهشت صعود کند و رئیس جمهور می توانست بنشیند و با آن قوه تمیز سالهش به حکومت بپردازد. و ملکه های همه چیزهایی که بوده یا خواهد بود می توانستند عروسی کنند و به خوشبختی برسند و آبستن شوند و پسران زیادی به دنیا بیاورند و مردم کوچه و خیابان می توانستند توی قلم روی بی حد و مرز مامان بزرگ هر جا عشقشان می کشید چادرهایشان را برپا کنند چون تنها آدمی که می توانست با آنها مخالفت کند و قدرت این کار را داشت زیر لایه زخیم صرب شروع به پوسیدن کرده بود دیگر تنها کاری که مانده بود این بود که یک نفر چارپایه ای را پشت به در خانه تکیه دهد و این داستان، این درس و سرمشق نسلهای آینده را تعریف کند تا دیگر هیچ آدم ناباوری توی دنیا نماند که داستان مامان بزرگ را نشنیده باشد. زیرا فردا روز چهارشنبه رفتگرها می آیند و زباله های باقی مانده از جنازه را جارو می کنند. برای همیشه و همه وقت.